بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: علی خیر البشر، من ابا فقد کفر، علی مع القرآن و القرآن مع علی، علی مع الحق و الحق مع علی، یدور معه حیث ما دار. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل، در قضا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. او خدو انداخت بر روی علی، خدو یعنی آب دهان، او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر ولی و هر وصی. او خدو انداخت بر روی که ما سجده آرد پیش او در سجدگاه. در زمان انداخ شمشیران علی، کرد او اندر قضایش کاهلی. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. گفت: من تیغ از پی حق می زنم، بنده حقم نه مأمور تنم، شیر حقم
نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گوا، رخت خود را از میان برداشتم، غیر حق را من عدم انگاشتم، در شجاعت شیر ربانیستیم، در مروت خود که داند کیستی، تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد، راز بگشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا. خیلی زیبا گفته مولانا، سوء القضا یعنی اونایی که قبل از او اومدن قصد کردن بعد قضا قدری بوده. این چجوری بگه؟ راز بگشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا، حسن القضا. به نور جمال مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام صلوات بلند مرحمت. دیروز عرض کردیم بهترین ذکرها لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، برای برطرف شدن غم و غصه و وسوسه. یکی لا اله الا الله خیلی خوبه، و یکی هم لا حول ولا قوة الا بالله، که شب 19 و روزهای آخر عمر امیرالمومنین این ذکر رو مکرر می فرمودن، لا حول ولا قوة الا بالله. یک ممکن و این همه صفات واجب، لا حول ولا قوة الا بالله، برای غم و غصه ذکر خوبیه. سلمان می‌فرماید حبیب من پیغمبر خدا به من وصیت کرد، چون سلمان شاگرد خیلی خصوصی بوده، یار خیلی خصوصی بوده، اسرار و ذکرهای قیمتی رو بهش میگفتن. می‌فرماید حبیبم پیغمبر خدا به من سفارش کرد سلمان زیاد بگو لا حول ولا قوة الا بالله، العلی العظیمم نگفتی طوری نیست، کوتاه‌تر باشه بیشتر میتونه بگه. فرمود پیغمبر به من سفارش کرد لا حول ولا قوة الا بالله زیاد بگو، فإنها کنز من کنوز الجنه، که این لا حول ولا قوة الا بالله گنجی از گنجهای بهشت، و فیه شفاء من اثنین و سبعین دا، و این ذکر از 72 درد و مرض انسان را نجات میده، شفا هست از 72 درد و بلا و مرض. به سلمان سفارش کرد اینو زیاد بگو. حالا نمیخوام در فضیلت لا حول ولا قوت، ولی گنجی از گنجهای بهشته، به سلمان شاگرد خصوصیش پیغمبر سفارش کرد. در روایت دیگه داریم که آیا چیزی هست که هم ثواب لا اله الا الله توش باشه، هم ثواب سبحان الله توش باشه، هم ثواب الله اکبر باشه، هم ثواب الحمدلله توش باشه. در یک روایتی داریم چیزی که جامع همه اون ذکرهاست صلوات بر محمد و آل محمد. حالا شما ببینید این صلوات واقعا ما نمیشناسیم، جزء اسرار بوده انبیای گذشته، امتشون که گیر میکردن بلا رو بلا، گرفتاری رو گرفتاری حل میشد،
می اومدن پیش پیغمبر زمان به خواستشون میگفتن برید یواشکی این ذکر رو بگید به پیغمبر و آل پیغمبر آخرالزمان درود بفرستید مشکلتون حل میشه. منتها این امت خیلی سر سفرش چیز زیاد گذاشتن، گاهی پس میزنه، گاهی قدرشو نمیدونه. گفت تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. موسی کلیم الله با همه اون عظمتش، خیلی حضرت موسی چیز عجیبی بوده واقعا، خیلی پیچ و تاب داشته زندگیش. موسی کلیم الله با همه اون علو درجه و مقامش هم صحبت خدا شده، هم نشین خدا شده، ولی وقتی عظمت پیغمبر ما را دید دست به دعا برداشت، اللهم اجعلنی من امت محمد. لا گفت خدای منو از امت این پیغمبر قرار بده. حالا ببینیم پیغمبر چه خبره. عیسی روح الله از خدا خواست خدای من از امت این پیغمبر، خدا هم دعاشو مستجاب کرده. عیسی روح الله شیعه و سرباز امام زمان علیه السلام، طبق آیه قرآن حضرت عیسی ما قتلوه و ما صلبوه، نه کشتن نه به دارش دادن، زنده است، منتظره، منتظر آقاش بیاد. الله اکبر. عیسی روح اللهی که مرده رو زنده میکرد، نه مرده رو زنده میکرد، از این بالاتر. یه موقع یه کسی مرده آدم زنده میکنه، یه موقع به گل میگه زنده شو، گل تبدیل به یه پرنده میشه. یه مجسمه گلی درست میکرد، گل و آب، آب و خاک. و آیه قرآن ها انی اخلق لکم من الطین، طین یعنی گل. یه موقع یه پرنده مرده روحشو برمیگردونه، این خب خیلی هیچ کس تو عالم نمیتونه غیر اولیای خدا بکنه. اما یه وقت به گل میگی بشو پرنده، میشه پر و بال و نوک و منقار و نمیدونم چیندان و پا در میاره، پر در میاره، پرواز میکنه. خیلی مهمه. عیسی روح الله میگه من افتخار این دارم نوکر امام زمان، سرباز امام زمان این امت باشم، و لذا در زمان ظهور خواهد آمد و اقتدا خواهد کرد به امام زمان و بیعت میکنه با امام زمان، جزو سربازان امام زمانه. ما چه میفهمیم پیغمبر و امام ما چقدر عظمت دارن. ابراهیم خلیل الرحمن دست به دعا برداشت، خدای من از شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار بدیم، روایت داریم در ذیل این آیه مبارکه، و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. بعد از این که خدا امتحانهای سختی کرد که ما تو همون اولیش میمانیم، از مال گذشتن مشکله، از اولاد صرف نظر کردن مشکله، از جان عزیز جان شیرین گذشتن خیلی مشکله، حضرت ابراهیم خلیل که شاید بعد از پیغمبر ما افضل همه پیغمبرها باشه، به مقام منا اهل البیت و مقام امامت رسیده، امتحانهای سختی داد، چون در زمان خودش فقط او موحد بود. شنید یکی داره میگه سبح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، تعجب کرد که همه بت پرستن، چطور شده یکی از خدای من داره تعریف میکنه، ذکر خدای منو میگه. چوپانی میکرد، گوسفندای زیادی داشت، گفت ای گوینده تو خدای منو داره یاد میکنی، اگه یک بار دیگه بگی من نصف گوسفندامو میدم. یه بار دیگه گفت سبوح قدوس، نصف گوسفنداشو داد. به ما میگن یک دهم زکات مالتو بده جون به سر میشیم، خیلیامون نمیدیم. به ما میگن یک پنجم اضافه مالتو بده، اضافه مالتو. عزیزانی که صدای من رو میشنوید، مسئله خمس مسئله مهمیه، شما ندیدم هیچ طوری نمیشه، خدا رزق هر کسو بخواد میرسانه، اما شما گرفتار میشی عزیز من. برید حساب بکنید، نترسید، قسطی بدید، تدریجا بدید، خورده خورده جون بکنید، اب نداره. یهو نمیتونی جون بدی، خورده خورده اب نداره. یا آقای میخواست پول کارگرا و بنا عمله رو بده، دستش خیلی میلرزید، گفت چرا آخه میلرزه دستت؟ گفت آخه جون که نیست به این راحتی بدم، پول از جون عزیزتره. بعضیا واقعا براشون عاشقان دنیا خیلی سخته، من اینم جون کندم پول بدم، خیلی به خدا پناه میبریم. آقا این لباست اشکال داره ها، خمسشو ندی.
پول آب میدی غسل میکنی اشکال داره، برید از فقها از مراجع تقلید بپرسید. این غذایی که خودت میخوری به خانوادت میدی، حیفه که انسان افطار و سحر رو آمیخته به حرام به خورد خودش و بچه‌هاش بده. مگه حالا این همه خمس ندن چیزی زمین مان؟ خدا رزق همه رو میرسانه، ولی شما این واجب رو از دوش خودت بردار و انجام بده عزیز من. نترسید، قسطی بدید، تدریجا بدید، خورده خورده بدید، دستگردان کنید. خیلی راه حل برای شما گذاشتن، چه بسا خیلیاتون هم حساب میکنید بدهکار نمیشید، خیالتون راحت میشه، خیالتون راحت میشه که من بدهکار نیستم الحمدلله. اصلا میترسه بره حساب کنه، پناه به خدا. میگه آقا حرف پولو نزن، هر چی میخوای من نماز میخونم خموراست میشم، اما اسم خدای من یه وقت نیاری، پناه به خدا میبریم، پناه به خدا میبریم. ابراهیم خلیل گفت یه بار دیگه نام خدای من بیاری من نصف مالمه میدم، یه بار دیگه بیاری نصف دیگهشم میدم، نصف دومشم دار. گفت یه بار دیگه بگی من خودم هم میشم چوپانت، میشم غلامت. یه بار دیگه هم گفت، گفت من در اختیار شما هستم. تبسمی کرد، گفت من جبرئیلم، احتیاج به گوسفند ندارم، من از طرف خدا آمدم تو رو امتحان کنم. که خدا رو چقدر دوست داری، چقدر بی خودی نیست که خلیل خدا نشد که. خلیل یعنی دوست خدا، خدا به مقام، مثل این که تو این دنیا خدا بگه من فلانی رو دوست دارم، دوست منه. خدا دست بذاره روی بنده بگه دوست منه، از این بهتر میشه؟ وقتی جبرئیل آمد به حضرت ابراهیم گفت که خدا تو میان بنده هاش یکی رو دوست خودش انتخاب کرده، حضرت ابراهیم گفت کیه؟ فکر نمیکرد خودش باشه. جبرئیل گفت میخوای چه کار بکنی؟ گفت میخوام ببینم دوست خدا کیه، برم تا آخر عمر غلامش بشم، غلام دوست خدا بشم. گفت ای ابراهیم خودت دوست خدا شد. کی حاضر خدا بگه سر بچه تو ببر؟ بچه نوجوان زیبا معصوم نورانی چون صلب پیغمبر از حضرت اسماعیل بوده، کی حاضر این کار بکنه؟ واقعا به قصد سر بریدن حضرت اسماعیل رو برد؟ اگه مسئله نعوذ بالله تئاتر بوده و صحنه سازی بوده، این که هممون ما این کار رو میکنیم، واقعا جدی بوده، واقعا امتحان واقعی بوده. حضرت ابراهیم به قصد جدی کارت گذاشت و واقعا چیز امتحان بزرگیه. کی حاضره؟ کی حاضره؟ ما میگم یه ذره مال نمیخوایم بدیم، ولی او حاضره بچهش در راه خدا سر ببره. حضرت ابراهیم علیه السلام از این امتحانم پیروز و سرفراز شد. امتحان سوم حالا رفته بت‌ها را شکسته به امر خدا، آتش افروختن، حضرت ابراهیم را بندازن تو آتش. ما برای خدا چقدر صدمه خوردیم، چیکار کردیم؟ تو آتش رفتیم، سیلی خوردیم، کتک خوردیم، چیکار؟ چه از واقعا ما از همه چیزمون باید استغفار بکنیم. سفره آماده به ما نمیگم برو سیلی بخور، به ما میگم بیا سر سفره بشین، حاضر نیستیم، ناز میکنیم. به ما میگم بیا با خدا صحبت بکن، قرآن بخون، حرم برو، جمع کران برو، حالشو ندارم. به اون میگن جان بده، پر در میره، میره جان میده. به ما نمیگن جان بده، بهت میگم بیا به چیزی هم میدیم، ولی بازم تنبلی میکنیم. آتش افروختن، دوست خدا رو تو آتش بندازن. ملائکه به گریه افتادن، فریاد و ناله ملائکه بلندشون، نمیدونستن پشت پرده چیه. حضرت ابراهیم رو تو آتش بندازن، انقدر آتش شعلش زیاد بود و حرارتش اطراف رو گرفته بود، کسی نمیتونست بره نزدیک او رو تو آتش بندازه. منجنیق درست کردن به حالت پرتاب از دور دور بزنه پرتابش کنه تو آتش. اما کسی که دلش با خداست، دوست خدا، اگر همه دنیا از جا کنده بشه، دل او از جا کنده نمیشه. بی خود نیست. از جا عرب بهو به قلب سلیم، قلب سلیم فرمود اون دلیه که جز خدا درش نباشه. از هر شرکی، از هر غیر خدایی، غیر خدا هیچ کس تو دلش شریک نکرد. حضرت ابراهیم رو میخواستن بندازن تو آتش، ملک باد اومد گفت ای ابراهیم من در اختیارتم، دستور بده باد شدید به حرکت در بیاد، تمام این آتشا رو بریزه رو سر خودشون یا بریزه اون برام. گفت نه، به تو احتیاج ندارم. فرشته ابر و باران اومد، من دستور بدم باران بیاد در
مدت کمی آتشا رو خاموش کنه. گفت نه به تو احتیاج ندارم. هر چی ملائکه اومدن ما در اختیارتیم. ما ببینید اینا خیلی مهمه، موحد بودن، فقط رو به خدا زدن و در خانه غیر خدا نرفتن خیلی کار مشکلیه. اولش مشکله ولی بعد آدم نمیتونه در خانه غیر خدا نره. گفت بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه که به در آید. ما اگر یه مشکلی پیدا کنیم هر پارتی، هر کسی، به هر کس و ناکسی ممکنه رو بزنیم. اما اون که موحده حتی به فرشته ها هم رو نمیزنه. به فرشته ها هم میگه من خدا دارم، خدا میبینه. جبرئیل آمد وقتی که حضرت ابراهیم رو پرتاب کردن. اگر حضرت ابراهیم میدونست که الان باغ و گلستان میشه، همه ما میریم این کارو میکنیم. این هنر نیست که. حضرت ابراهیم ظاهرش این بود که چند لحظه دیگه زغال میشه. متوجه چی میگم؟ یعنی این غیب رو نمیدونست که الان باغ و گلستان میشه. نه خیر، حضرت ابراهیم به این نیت که الان زغال میشه، جز و جز میسوزه. اینطوری بوده، امتحان واقعی بوده. به خاطر خدا من میسوزم. عاشقان خدا برای خدا حاضرن تو آتش هم برن، دست به هر کاری بزنن. خدا هر چی بگه چشم، امر خدا رو اطاعت بکنن. زنده کدام است بر هوش یار، آن که بمیرد به سر کوی یار. عاشق خدا از آتش و از سوختن اینا حراسی نداره، جان بر کفه، در اختیار. هر وقت خدا بگه امر کنه میگه چشم. خدا در راه خدا حاضر تو آتش بره. وقتی پرتاب کردن تو آسمان، بین آسمان که داشت میرفت تو آتشا، جبرئیل آمد. ای ابراهیم علکه حاجه، جبرئیلی که میتونه کرات زمین رو این ورمور بکنه، اینقدر نیرومنده. زی قوتن، قرآن میگه زی قوتن، شهرها رو میتونه وارو بکنه، کرات رو میتونه وارو بکنه. گفت علکه حاجه، آیا حاجتی داری ای ابراهیم؟ قربان اون دلی که فقط خدا را میبینه. گفت اما الیکه فلا، به تو احتیاج ندارم. به جبرئیل؟ گفت به تو هم احتیاج. گفت به کی احتیاج داری؟ گفت به خدا. گفت خواه ازش بخواه، از خدا بخواه. گفت خودش داره میبینه، خودش داره میبینه. حتی از خدا هم درخواست نکرد که منو نسوزان، یا مثلا بعدا حاصل بشه، یا به هم بخوره مثلا. گفت علمه، خیلی قلب محکم میخواد ها، خیلی قلب محکم میخواد که از جا در نره. شاید این مسائل برای کسانی که قلبشون پر از شرک باشه سنگین باشه، ولی کسی که تو دست، قلبش تو دست خداست، در لطف حمایت عنایت خداست، اون قلبش خیلی آرامه. میدونه آتش و باد و همه چیز در اختیار خداست، هر چی خدا بخواد همون میشه. امیرالمومنین با آرامش و راحتی، چرا امیرالمومنین با آرامش میاد شب 19 مسجد؟ چرا با آرامش میره قاتل خودشو بیدار میکنه؟ چون میدونه همه کارا دست خداست. آنچه که خدا بخواد میشه، آنچه که هم خدا نخواد نمیشه. یفعل الله ما یشاء ولا یفعل ما یشاء غیره. آدم موحد جز خدا، غیر خدا هیچی رو نمیبینه. رخت خود، مولانا خیلی زیبا گفته، رخت خود را از میان برداشتم، غیر حق را من عدم بنگاشتم. غیر خدا کسی نیست، کاری نیست. اگر تیغ عالم به جنبه، جز خدا نخواد هیچی نمیبره. هر کس هر کاری میخواد بکنه. ما ورای این قدرت را، قدرتیه که او همه حرفا رو میزنه. اول و آخر کار اوه، امتحان اوه. یه چیزی که باید بشه بشه، چون تقدیر حتمی الهیه. او وظیفه ظاهریشو انجام میده. وظیفه ظاهریش اینه که این آقا خوابیده، برای نماز بلندش کنه، بلندش میکنه. میدونم که شمشیر زیر بسته، میدونم چی کار میکنه، ولی مأمور نیست به اون علمش عمل بکنه، به علم ظاهرش عمل میکنه. ابراهیم خلیل به جبرئیل گفت پس از خدا بخوا. گفت علمه به حالی حسبی من سؤالی. خدا که از وضع من خبر داره، کافیه، بس. وقت خدای متعال به آتش خطاب کرد، کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. آتشی که شعله هاش میگن چند کیلومتر آتش بوده، پرنده ها از اون بالا نمیتونستن عبور بکنن، اینقدر حرارتش زیاد بوده. در کارهای خدا هم خیلی عجیبه ها. از بدون پدر مادر
انسان درست میکنه، حضرت آدم رو درست کرده، از هیچی این جهان رو درست کرده، از عدم. حضرت عیسی روح الله رو از بدون پدر درست کرده. آتش نمرودی چند میلیون لیتر آب میخواد تا بریزی اینا خاموش بشه، ولی در یک لحظه نه تنها آتش رو خاموش میکنه، در یک لحظه بریم در پناه لطف حق باید گریخ، کوه هزاران لطف در ارواح ریخ، پس پناه یابی آنگه چون پناه، آب و آتش مر تو را گردد سپاه. اگر تو در پناه لطف حق بودی، آب و آتش و جن و انس و همه در اختیار شما، همه کمک شما هستن. در یک آن خدا اراده کرد آتش نه تنها خاموش شد، آتش شد گلستان. یه باغ شما میخواد درست کنی چند سال طول میکشه؟ قدرت خداست، داستان قرآنیه. اگر سلام در روایت داریم نمیگفت، خدا گفت هم خنک بشه آتش هم سلامت باش. حضرت ابراهیم یخ میزد از سردی، ولی گفت هم بردن و سلامه، هم خنک بشه هم سلامت بر حضرت ابراهیم باشه. ابراهیم خلیل الرحمن با اون همه عظمت و مقام دست به دعا برداشت، ای خدا منو از شیعیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار بده، ای خدا میشه من شیعه علی بشم؟ آقا حضرت ابراهیم، آیه قرآن روایته، و ان من شیعته لابراهیم، ان من شیعته یعنی من شیعت علی ابن علیه السلام، لابراهیم از جا ربه به قلب سلیم. بعد از این که این همه امتحانها سختی ها، اون وقت العیاذ بالله، میدونه یکی از گناه‌ها اینه که ما بگیم از شیعیان علی علیه السلام هستیم، بگی از دوستانش هستیم اب نداره انشالله، با هزار تا انشالله البته. اما حالا من این بحث رو فقط اشاره کنم که شیعه یعنی کسی که سر تا پا مطیعه، شیعه حقیقی. در بهار مرحوم مجلسی باب مفصلی آورده، باب اوصاف شیعه، شیعیان واقعی چه اوصافی دارن. یک اوصافشون اینه که در همه چیز اطاعت امامشون رو میکنن. ما جرئت نمیکنیم، نباید بگیم ما شیعه هستیم، میگیم دوست، انشالله میخوایم دوست باشیم، انشالله موالیان اهل بیت هستیم، دوستان اهل بیت بشیم. روایات متعدد داریم، ما در بهار خواستید مراجعه بکنید، حتی بعضیا خدمت امام هشتم اومدن گفتن ما شیعیان جدت علی ابن ابی طالب هستیم، امام هشتم اونا رو راه نداد. تا دو ماه روایت داریم هر روز میومدن در خانه امام هشتم، غلام حضرت میومد شما کی هستید، میگفتن ما شیعیان جدت علی ابن ابی طالب، فهمیدن راه ندید. بعد از دو ماه گفتن آقا ما رومون نمیشه بریم محلمون، میگن امامتون شما رو راه نداده، ما گناهمون چیه، التماس خواهش. حضرت فرمودن بگید بیان تو، اومدن تو، فرمودن شما برای چی گفت میگید پشت در چی کی هستین، گفتن ما از شیعیان، شونه هاشون رو گرفتن بالا، ما از شیعیان جدت علی ابن ابی طالب. فرمودن میدونی شیعه جدم کیه؟ شیعه جدم علی امام حسن بوده، امام حسین بوده، سلمان بوده، ابوذر بوده، مقداد بوده، محمد ابن عبد، اینایی که در هیچ کاری مخالفت نمی کردن. شیعه یعنی کسی که پاشو بذاره جای پای امیرالمومنین. نگیم عزیز من، روایات دارم عرض میکنم، در بهار مفصل یه باب داره، جلد 67-68 این حدود هست، باب اوصاف شیعه. فرمودن اون شیعه کسیست که پشت سر امیرالمومنین راه بره، ولی شما که در اکثر کارا مخالفت امیرالمومنین میکنید نگید از شیعیان علیه. گفتن آقا چی بگیم پس؟ فرمود بگید من از موالیان و دوستان امیرالمومنین هستم. گفتن آقا استغفرالله، توبه، غلط کردیم، نفهمیدیم، اشتباه کردیم، اشتباه کردیم، ما از شیعیان نیستیم، ما از دوستان جدتون علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم. وقتی که اون غرورشون، ببین غرور چیز بدی، آدمو دور می‌کنه. دو ماه حدیث داریم در خانه امام هشتم میومدن، امامی که رؤوف، مظهر رأفت، راشون نمیداد. این غروری که تو داری، این منی که تو بلند کردی، پرچم من تو بذار کنار، پرچم بندگی بلند کن، پرچم عبودیت، پرچم تواضع. ما از شیعیان علی ابن ابی طالب، تو کی هستی؟ تو چیت به علی؟ کدوم رفتارت؟ کدوم کردارت؟ دو ماه حضرت ران، البته آدمای خیلی خوبی بودن ها، ما اگه دو بار دو روز یارامون ندم میریم، ولی اینا دو ماه استقامت کردن، هر چی راه نمیداد باز میامدن، ما در روزم استقامت نمی کنیم.
گفتن آقا استخر پوری هم قبول کردن بندهای خدا. ما خیلی موقع به ما میگن آقا قدگریت بذار کنار، لجاجت بذار کنار، اختلاف خانوادگیت بذار کنار، غرورت بذار پایین. میگیم نه خیر، من خوبم، من حرفم درسته. پناه به خدا، اقرار نمیخوایم بکنیم غرورمون رو بشکنیم، منیتمون رو کنار بگذاریم. خیلی آدمای خوبی بودن، خیلی آدم، من فکر می‌کنم خیلی آدمای خوبی بودن، شیعه نبودن اما دوست واقعی بودن. تا حضرت فرمود گفتن چشم آقا استغفر الله، ما از شیعیان جدید نیست، ما از دوستان هستیم. باریکالله، اگه آدم خودشو زمین بزنه بلندش میکنن، بغلش میکنن، دست به سرش میکشن. حضرت فرمودن بیا جلو. همینایی که 60 روز حضرت راشون نمیداد در بهار مرحوم مجلسی نه، فرمودن بیا جلو، بیا جلو، بیا جلو، بازم بیا. هی خجالت میکشیدن، این آقایی که دو ما رامون نده حالا امروز را داده، حالا بعد از این که ما اقرار کردیم به بدیمون و جایگاه خودمون رو معین کردیم، هم میفرمایم بیا جلو. خجالت میکشتم، بعدم میگم بیا جلو. انقدر حضرت اینا رو آورد جلو، به زانوی امام چسبید زانوشون، خودشون رو چسبوندن به امام، نزدیک امام. بعد به غلامشون فرمودن اینا چند روز اومدن؟ گفت دو ماه. فرمودن دو ماه میری به اینا سر میزنی، از طرف من سلام به اینا میرسانی، که حالا که برگشتن من جبران کنم. یه نفر به امام سجاد گفت ادعا عزیز من، اگه ادعات به خدا قسم بذاری کنار، خدا اولیای خدا بغلت میکنن. کی به ما بگه تو، به ما بگه تو نمیفهمی، بگو راست میگی، درست میگی، ادعا نداری شما، درست. اما بگی من نمیفهمم، به من بیا درستش کن. ما هممون در بزنگاه خیلی ادعا داریم، در خلوت تو دلمون این جمله نهج البلاغه است. کی میشه که ما از این ادعا راحت بشیم؟ امیرالمؤمنین خیلی جمله مهمیه، میفرماد هلک من ادعا، هلک من ادعا، هل من دخل العجب هلک. امام هفتم علیه السلام فرمود در توحف الغول، هر کس که ادعا کرد هلاک شد. هر کس میخواد باشه، هر کس پرچم منیت رو بلند کرد، گفت من آدم خوبیم، من مؤمنم، من شیعم، من خیلی کارم درسته، من چنینم، من چنانم، وای وای وای. شیطان برای چی زمین خورد؟ 6000 سال عبادت، همین یک کلمه رو گفت. گفت من قال انا خیر، آیه قرآنه، من بهترم. خدا گفت سجده کن به این آدمی که من میگم خلیفه منه، نماینده منه، من نماینده درست کردم، به این نماینده من سجده بکن. حالا انا خیرم، من بهترم. این من بهترم و خیلی همون میگیم ها. امام صادق علیه السلام فرمود من یرا ان له فضلا علی الاخر فهو من المستکبرین انه لا یحب المستکبرین. خیلی حدیث تکون دهنده ایه. اگر کسی خودش رو از دیگری برتر و بالاتر ببینه، بالاتر بودن عیب نیست، خوب بودن عیب نیست، خوب دیدن عیبه. امام های ما از همه بهترن در عالم، اما خودشونو میگرفتن پایین. شما شب قدر دعاهایی که وارد شده بخون، اللهم انی امسیت لک عبدا داخرا فقیرا مسکینا مستکینا لا املک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا، همش میگه عبد، مسکین، مستکین. خدای من مالک ضرر، نفع، موت، حیات، مالکی، دست خالیم. امام، پیغمبر، همه میگن دست خالیم، شما میگی من دستم پره. خدا میگه چون دست خالی میبینی من همه چیز در اختیارت میذارم. این دعای ابو حمزه سومالی، سر تا سر دعا، خدایا من چه، و ما انا یا رب و ما خطری، خدایا من کی هستم، ارزش من کیه، خطر یعنی ارزش من، قیمت من چیه، من کی هستم، و ما انا یا رب و ما خطری، حبنی به فضل، یا فضلت منو ببخش. گفت در مثل مناقب مورچه خودش چیه که کله پاچش چی باشه، عملش چی باشه. در مقابل عظمت خدا ما هیچیم، پوچیم. ببینین دعای ابو حمزه است، و من اسوأ حالا منی ان انا نقلت علی مثل حالی. ای خدا من دستم خالیه، اگر به این حالت منه در قبر ببرن، تو چاله قبر بگذارن، کی از من بد حال تره؟ امام سجاد میفرمده بازی هم نمی کرده، نعوذ بالله، و تعارف هم نمی کرده، یعنی واقعا خودشون اینطور می دیده دیگه.
و من اس و احالا. خدا میگه از تو بهتر کیه تو دنیا. حدیث داریم شبیه ترین شخصیت ها در عبادت و در زهد به امیر المومنین علی ابن حسین امام سجاد علیه السلام بوده، بعد از امام صادق علیه السلام فرمد که بعد از امیر المومنین جدمون در عبادت و زهد و اینها از همه شبیه تر امام سجاد جدم امام سجاد علیه السلام بوده. میفرماد میگه خدای از من بدحالتر کیه؟ آقا غرورمونو بذاریم کنار، این غرور ما رو بیچاره کرده. این غرور، ای خدا دوای همه درمان هامون همینه که ما از غرورمون از خر شیطان بیایم پایین. شیطان سوار اولاغ تکبره، خر تکبر سوار شده هم داره میتازونه، و این عدو خدا و دشمن خدا امام و رهبر تمام مغرورهاست، تمام متکبرها، تمام اونه که من پرچم من و منیت رو بلند کردن، رهبرشون شیطانه، با شیطان هم مشهور میشن. هیچ شک نکنم، ای خانومی که منیت هاتو کنار نمیگذاری در مقابل اختلاف شوهر خانواده اینا، میگی نه خیر من میگم اینطور، من بذار کنار. ای آقایی که این اختلاف ها میدونی همه مال منه، منه. این داستان رو من یقین دارم که پارسالم گفتم ولی بازم تکرار میکنم. دو تا پهلوان میگن در همدان بودن، خدا رحمت کنه مرحوم آقای دولابی رحمت الله علیه استاد بزرگوارمون که خیلی گردن بنده حق داره و شما شاید سر سفره ایشون هم نشستید، البته اونم ایشون هم یک دوست خالص اهل بیت بوده که خیلی بنده از ایشون بهره بردن. ایشون نقل میکرد دو تا پهلوان در همدان بودن، آخر شب داشتن میرفتن منزل، یکی سوار الاغ بود یکی هم پیاده میرفت. اینا حرفشون شد، گفت من زور بازوم خیلی قوی تره، گفت اون یکی گفت من خیلی قوی تره، گفت حرف نزن من سرویست میکنم، اون گفت من چنینت میکنم، گفت فلانی حرف زیادی نزن من پشت تو به زمین میزنم، بازواتو در هم، گفت تو بی خود میکنی، هم تو دعواشون شد. اون میگفت من چنین میکنم، اون میگفت من، هم تو راه میرفتن. آخر اونی که سوار الاغ بود از الاغش اومد پایین، سینه‌ش سپر، گفت چی میگی؟ اینم بغلش کرد ماچش کرد، گفت هیچی، ما با هم رفیقیم. گفت پس چرا اینقدر با هم دعوا شد؟ گفت چون سوار الاغ شده بودی، تو بالا بودی من پیاده. خب پیاده با سوار دعواش میشه، یکی سوار الاغ شیطان میشه، منم منم میکنه، من میگم این کار بکن، من میگم این چیزه برای من بخر، نمیخری، پس دعوامون میشه. ای از خر شیطان یکی بیاد پایین تمام میشه دعواها، سر اینه که یکی دست بالا میگیره این بیچاره دست پایین، یا هر دو تا دست بالا میگیره، اون که دیگه بنابر خدا تاخچه بالا میخوام بذارن. خب نمیشه که، همش دعوایه. این شک نکن، اگر تکبر در کسی بیاد همش دعوایه. این شیطان هنوز داره با خدا میجنگه، کاری مصفیش نمی، برای خودشو داره نفله میکنه. گفت دو نفر تو بیابان، کسی نبود، دو نفر تو بیابان سر یه حرفی دعواشون شد، دعواشون شد و رفتن تو سینه همدیگه، چشم قره به هم میرفتن، موهای همدیگه رو گرفتن، میخواستن همدیگه حسابی بزنن، شروع دعوا. یکی از اینا هم تو خیره خیره بهش نگاه میکرد، بهش گفت رفیق ما الان تو بیابان هستیم، کسی هم دورم، اگه خودم همدیگه رو بکشیم کسی به داد ما نمیرسه. آدم تو شهر محل دعوا بکنه، میان آقا سواشون کن، چرا میزنی اینا به دادمون، ما جونمون، ولی الان تو بیابانیم، الان همدیگه رو تیکت بای، هیچ کس نه جنازه‌مون رو برمی‌داره، بیا یک کم تو کوتاه بیا، یک کم من کوتاه میام، صرف نظر کن. حالا بیایم ای یکی کوتاه بیاد کار تمام میشه، یکی از خر شیطان بیاد با اینا خیلی کار درست میشه. هلاک شد کسی که ادعا کرد این من، این من، با این من، من خیلی کار دارم. از خدا بخواید تمام روزه ها، تمام نماز ها، تمام عبادت ها مغزش اینه که خدایا من نباشم تو باشی، خدای منو از ما جدا کن، این منو بره کنار. تمام عبادت ها اون چکیدش اینه، لا اله الا الله همش همینه، لا اله یعنی بت، مادر بت ها بت نفس شماست. این بت های این سنگ و چوب چه گناهی داره؟ این منم که سنگ درست میکنم، چوب درست میکنم، آدم درست میکنم، میپرستمش، ریا میکنم. رخت خود را از میان، رخت خود یعنی همین من، رخت خود را از میان برداشتم، غیر حق را من عدم بنگاشتم. این بتای بیرونی رو
من درست میکنه، ما درست میکنیم. این من و ما رو بذار کنار، کار درست میشه. تمام سیر و سلوک ها، تمام عبادت ها اینه که من شما تبدیل به ما بشه. یعنی فقط به فکر خودت نباشی، به فکر همه باشی. من چرا میگن نماز شب 40 نفر دعا کن، الان این شبها کسی برای دیگران دعا کنه 1000 برابر درباره خودش مستجاب میشه. یعنی از منت بیاد بیرون. همش نگو مریض من، قرض من، بگو مال همه. الان دعا فرج عن کل مکروه، خدای همه گرفتارا. این دعای بعد از نماز خیلی دعای بزرگیه. خدای هر فقیر، نمیگه مسلمان، مؤمن، هم کیش من باشه، هم شریع من، نخیر، هر فقیر، هر برهنه، هر گرسنه، هر گرفتار، فک، هر اسیر، حتی اگر یه بیگناه کافر و مشرک هم بیگناه تو زندانه، خدا نجاتش بده. یعنی منت بشه ما، به فکر همه باش. یه علتی که دعاها مستجاب نمیشه اینه که فقط میگم من، خدا مال منه درست کن، این غلطه. همش ما، مای ما هم بشه او. یعنی فقط هرچی خدا میخواد، هرچی خدا میخواد، اون خیلی قشنگ میشه. تمام انبیا اومدن برای همین دو کلمه، که از من بیایم بیرون بشه ما، ما هم بشه او. لا اله الا الله رو برای ساده معنا میکنم همینه. امیرالمومنین میفرماید هلاک شد کسی که ادعا کرد، من دخله العجب هلک. امام هفتم فرمود کسی که غرور او رو بگیره هلاک، نمیگه بعدن ها، همین الان هلاک شده، زمین خورده. اگر کسی غرور بگیره، شیطان میگه من 6 دنگ برش مسلطم. اگه عبادت 10 رو به جا بیاره، غرور زمینش میده، مثل من زمین خوردم. ادعاهامون مخصوصا مذهبیاها، 2 رکعت نماز میخونه، روزه میگیره. یه نفر داشت نماز میخوان، خیلی ولزالینش رو میکشید و از بیخ حلق حمد رو میخوند و الحمدلله اینا. یه نفر اومد دید، گفت که به 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 بچه نماز خوبی میخونه، وسط ایاک نعبدون شکست، گفت من روزه هم هستم. متوجه؟ خمس هم میدم ما زکانه. ما خیلی یا در درونمون خیلی از خودمون تعریف میکنیم، پیش خودمون ریا میکنیم، یا در بیرون میگیم هام ببین ما پیش مردم خیلی وجه و آبرو پیدا کنیم. مواظب باشیم اینا کشکه، اینا هیچی نمیاد. پیش خدا، پیش خدا هم دلشکستگی و دستخالی میکرن. و من اسوء حالا منی، خیلی جملات دعای ابو حمزه عجیبه. یه نفر آمد پیش امام سجاد علیه السلام، گفت انا من شیعتکم المخلص، اینم تو همون بهاره، گفت آقا من از شیعیان خالص 100%. اصلا کسی که میگه من، کسی که میگه من چندن، تا آخرش برو دیگه، تا آخرش بدون که خرابه وضع. من از شیعیان خالص شما هستم. امام سجاد فرمود اگه اینطور میگی، تو پس مثل حضرت ابراهیم خلیل هستی، تو خیلی ادعای بزرگی کردی. حضرت ابراهیم جزء شیعیان ما شد. حضرت ابراهیم بعد از این همه امتحانا شد شیعه خالص ما. فرمود ای مد، یک کلام بهت بگم، اگر قلبت مثل قلب ابراهیم از غیر خدا توش نیست، تو این ادعا درسته، میتونی بگی من از شیعیان خالص شما هستم. خلوصش هم کنار شت مونده بود. و الا امام سجاد فرمود ای مرد، اگر قلبت مثل قلب ابراهیم از غیر خدا خالی نباشه، خدا تو رو مبتلا به یه مرضی میکنه، حالا جزام یا برس، به جرم این که ادعای بی خودی کردی مبتلا به مریضی میشی. متوجه چی میگم؟ اولیای خدا خیلی رتبهشون بالاست، اما خودشون رو نمیبینن. هرچی خودتو نمیبینی رتبت میره بالا، تا خودتو میبینی زمین میخوری. رخت خود را از میان برداشتم، غیر حق را من عدم انگاشتم. ما چه میفهمیم امیرالمومنین چه شخصیتیه؟ ابراهیم خلیل الرحمن میگه من از افتخار پیدا کرده از شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام شده. امشب عزیزان من خیلی مهمه، احتمال بسیار زیاد قریب به یقین شب قدر امشب باشه. شب 19 و 21 و بقیه شبها هم مقدمه است، آماده بشیم برای امشب. ما روایات خیلی داریم که قریب به یقین شب قدر شب 23 در روایات داریم که حضرت زهرا شب 23 بچه ها رو بیدار نگه می‌داشت، از روز میگفت بخوابن، غذا کمتر بخورن، اگه خوابشون میبرد برن صورتشون رو آب بزنن. حتی بچه ها که نماز واجب هم نخونن طوره نیست، ولی شب قدر رو میگفتن بیدار باش. امام صادق علیه السلام شب 23
مریض بودن فرمودن من به حالت مریضی ببرید مسجد. امشب خیلی شب مهمیه، همون شبی که همش سر و صدا داره میکنیم یک سوره خدا درباره فضیلتش نازل کرده، همین امشبه. در روایت داریم یک عربی آمد خدمت پیغمبر خدا، عرض کرد یا رسول الله، حالا اصحابم نشسته بودن، عرض کرد یا رسول الله من شتر زیاد دارم، گوسفند زیاد دارم، خدم و حشم دارم، غلام و نوکر دارم، بیرون مدینه هستم یا جای دوری، نمیتونم همه وقت و هر شب بیام، میخوام بگم آقا یک شب رو به من نشون بده که اون شب همه چیز توش پیدا بشه، اون شب اساسی ایام ساله، اون شب رو من بیام و بقیهش تو بیابونم، نمیتونم با این مشکلات زندگی نمیتونم بیام. روایت داریم حضرت آوردنش نزدیک در گوشی بشه چیزی گفتن، به بقیه نگفتن، گفت آقا من فقط در طول سال یه شب میتونم بیام مسجد و احیا و برنامه و مراسم، کدوم شب بیام؟ حضرت در گوشی یواشکی که چیزی بهش گفتن، اینم رفت. اونایی که رند بودن زیرک بودن همش هوا داشتن که این آقا کی میاد، در طول سال کی میاد، دیدن روز 22 ماه رمضان مثل امروز سر کله این آقا پیدا شد با خدم و حشم و شتر و گوسفنداش اینا. اون شب رو آمد در مدینه تا صبح عبادت و رات، فردا هم راشو گرفت رفت. شب 23 اومد، حضرت یواشکی بهش گفته بودن چه شبی بیا، ولی مترصد بودن که این چه شب، شب جهنی که میگن اسمش جهنی بوده، معروف به جهنی بوده. متوجه؟ امشب خیلی از غسل و دعاها و نماز هفت قل هو الله و قرآن سر گرفتن و بیدار، خود بیداری امشب البته توش گناه نباشه انشالله، باعث آمرزش گناهان میشه. اعمال امشب رو خیلی دعای جوشن کبیر خیلی جدی بگیرید. امشب ملائکه میان مصافحه میکنن، ملائکه میان به دعاهای شما آمین میگن، روایت داریم. اینی که هر سالم سفارش میکنم دو تا سوره قرآن، سوره روم و سوره عنکبوت، امشب وارد شده، فقط امشب. امام صادق علیه السلام فرمود، اگر کسی سوره روم و سوره عنکبوت رو در شب 23 ماه مبارک رمضان بخواند، خداوند متعال فهو والله من اهل الجنه، فرمود به خدا قسم اهل بهشته. امام صادق قسم خورده، من معتقدم اگر کسی جهنمی باشه توفیق خواندن این دوتا سوره مثل امشب ازش گرفته میشه، چون هیچ روایتی ندیدم به این قرصی امام صحبت بکنه. میفرمد فهو والله من اهل الجنه، ولا استثنی، میفرمد من انشالله هم نمیگم، با اینکه هر کاری رو باید با انشالله گفت، استثنا نمی کنم، این انشالله هم نمیگم و گمانم نمی کنم در این انشالله نگفتم برای من گناه و معصیتی باشه، برای من گناه و معصیت باشه، من حتما میدونم که امشب همون شبه و این دوتا سوره، سوره روم و عنکبوت رو فراموش نکنیم. برای دیگران دعا کنیم، برای گرفتاریمون، تقدیراتی یک سال امشب معین میشه. ایام حزن و غم و اندوه بچه های امیر المؤمنین، مردم کوفه، شیعیان امیر المؤمنین، دوستان امیر المؤمنین علی علیه السلام. اگه دلهاتون رو روانه کنید به خانه امیر المؤمنین، ببینید چه خبره خانه امیر المؤمنین، شهر کوفه چه خبره دیگه، یتیم ها، مردم کوفه، بچه های یتیم، بچه هایی که چقدر دلشون خوش بود شب یه آقای غریبی میاد برای اونا غذا میاره، آب میاره. بعضی نقل کردن شب وقتی که اهل بیت از دفن امیر المؤمنین علیه السلام نیمه های شب فارغ شدن، در بین راه بر میگشتن، امام حسن و امام حسین و یاران و اصحاب خصوصی که رفته بودن بر میگشتن، رسیدن آخر شهر در یه خرابه دیدن یه نفر داره ناله میکنه، گریه میکنه. وارد خرابه شدن دیدن یه پیرمرد نابینا و کور داره ناله میکنه، عشق میریزه. آمدن نشستن گفتن چه خبر، چرا ناراحتی، چرا گریه میکنی؟ گفت من یه آدم بینوا و فقیر و نابینایی هستم، هر شب یه آقایی میامد برام غذا میآورد و من محبت میکرد، عنایت میکرد، لطف داشت، اما نمیدونم چرا سه شبه به من سر نزد، سه شبه اون سرپرست من نیامده برام آب بیاره، غذا بیاره. گفتن ای مرد علامت اون شخص چی بود؟ گفت این آقا که میامد همش مشغول ذکر بود، مشغول دعا بود، اصلا این فضای دیگه عوض میشد. نشانیایی که داد، گفتن ای مرد سرت سلامت، اون آقا پدرمون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب،
اون آقا را با ضربت به شهادت رساندم و ما الان از دفن اون آقا داریم برمیگردیم. این بینوا شروع کرد گریه کردن، ناله کردن، اصرار کرد، گفت منو ببرید سر قبر این آقا، منم یه آه و ناله کنم کنار قبرش. با اصرار او را حرکت دادن، آوردن سر قبر امیرالمومنین، شروع کرد ناله کردن، گریه کردن. بعضی نقل کردن اینقدر این نابینا ناله کرد تا از دنیا رفت. از فراق آقا امیرالمومنین، امام حسن و امام حسین اهل بیت بدن این بینوا را هم غسل دادن، در همون نزدیکی دفن کردن. علی جان چه کردی که اینقدر خاطرخواه و عاشق در عالم، خودتو وقف خدا، وقف بندگان خدا، جان عالمی به قربانت، چرا باید قبر امیرالمومنین مخفی باشه تا 100 سال؟ چرا باید نیمه های شب بدن امیرالمومنین رو بردارن و مخفیانه دفن کنن تا 100 سال؟ شما ببینید اگر کسی عزیزی رو از دست میده، سوم میگیرن، هفته میگیرن، چهلم میگیرن، میرن سر قبرش عزاداری میکنن، گریه میکنن، یه تسلایی، دیگران دلداری میدن، اما بچه های امیرالمومنین نمیتونن برن سر قبر ناله کنن، گریه کنن، عشق بریزن. چه گذشت به دل امیرالمومنین؟ نوشتن روزهای آخر عمر پیغمبر خدا امیرالمومنین رو صدا زدن، به امیرالمومنین گفتن که جبرئیل به من خبر داده بعد از من مصائبی شما پیش رو داری، حق شما رو غصب میکنن، شما رو خانه نشین میکنن، بلا و مصائب، هر چی که پیغمبر خدا میفرمودن امیرالمومنین عرض میکرد آقا جان صبر میکنم، قبول کردم، باشه صبر میکنم، صبر میکنم. اما مرحوم مجلسی در جلد 22 بهار نوشته یه جا امیرالمومنین دیگه نتونستن صبر بکنن، خیلی سنگین بود، و اون جایی بود که پیغمبر خدا فرمود علی جان و یهتک و حریمک، علی جان به خانه شما حمله میکنن و به همسر و ناموس شما جسارت میکنن. یه انسان غیرتمند و شجاع کجا طاقت داره؟ اینجا بود به قدری امیرالمومنین متأثر شدن، با صورت روی زمین افتادن. فاطمه جان تو ناله زدی و من به خود پیچیدم، تو نقش زمین گشتی و من لرزیدم، بند کفنت را به لحد بکشودم، رویت که نشان من ندادی دیدم.